آقای خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، ممنون برای فرصتی که به ما دادید برای این گفتگو. هر بار شما واشنگتن تشریف میارید، ما این فرصت رو غنیمت میشماریم که گفتگوی با شما داشته باشیم. این گفتگو در شرایط اتفاق میفته که رای گیری در ایران به پایان رسیده. آقای مسعود پزشکیان به عنوان رئیس بعدی دولت، جانشین ابراهیم رئیسی، تعیین کردن. آماری که آقای عزیزی اعلام شد برای نرخ مشارکت، اون چیزی که حکومت اعلام میکنه، 49.8% تقریبا، برای شما چقدر جای پرسش داره؟ ببینید اینکه وقتی به آمار کردستان، استان کردستان نگاه میکنیم، گفتن 29.24، چیزی حدود 29%. 284,000 نفر گفتن به مسعود پزشکیان رأی دادن و 76,000 نفر به جلیلی. این کردستانی است که شما میشناسید؟ با سپاس و تشکر از جناب علی آقای دهقانپور و خوشحالم از این دیدار مجدد. تا اونجایی که به آمار و ارقام جمهوری اسلامی میرسه، حقیقتش اینه ما در عرض چند سال گذشته، در سال گذشته در سرتاسر ایران و در کردستان بهش توجه داشتیم و تحقیق کردیم و مطالعه کردیم. این آمارها اغلب مهندسی شده هستند و این آمار بسیار کم یا این رقم بسیار کم که در استان کردستان حداقل جناب علی بهش اشاره کردن، دقیقاً اینو نشون میده که حدود شرکت مردم در انتخابات تا اونجایی که حتی ما به آمار جمهوری اسلامی هم اتکا داشته باشیم بسیار پایین بوده است. ولی در کلیت خودش دوباره میگم، آمار جمهوری اسلامی به تبعیت از برنامه‌ریزی‌ها و مهندسی شده خودشون اغلب تحویل جامعه میشه. یعنی شما گزارشی از تقلب مثلا دریافت کردید که اتفاقاتی در خود کردستان بر اساس همین آمار هم دریافت شده؟ یعنی برای شما اصولا قابل باور هست که در امروز در استان کردستان حدود 30% از واجدین شرایط برن به نماینده جمهوری اسلامی رأی بدن؟ برای من قابل باور نیست، ولی ما هیچ وقت دنبال این نبودیم که بریم ببینیم آیا تقلب شده یا نشده، چون ما در کلیت خودش معتقد هستیم نظام جمهوری اسلامی آمار رو به تبعیت از منافع خودش و برنامه‌ریزی خودش تحویل جامعه میده. آقای عزیزی، وقتی که به آماری که حکومت از دور اول رأی‌گیری منتشر کرد نگاه میکنیم، همونطور که اشاره کردم 284,000 نفر در دور دوم به آقای پزشکیان، دور اول 192,000 نفر اعلام کرده بودن و از 76,000 نفری که در دور دوم اعلام کردن به جلیل رأی دادن، این تعداد 45,000 نفر بوده در دور اول. چه فکر میکنید چه اتفاق افتاده که در فاصله یک هفته حدود 90,000 نفر به رأی پزشکیان اضافه شده بر اساس آمار دولتی و حدود 30,000 رأی به رأی جلیلی در اون چند روزی که به نظر میاد اتفاق خاصی غیر از این رخ نداده که حالا تلاش کردن یک مسائل قومی رو هم بهش دامن بزنه؟ فکر میکنید اینا یا مؤثر بوده یا اینا در ادامه همون عدد سازی هاست؟ من فکر میکنم میتونه اینا تأثیر داشته باشه، چون حداقل پزشکیان در این مبارزات انتخاباتی خودش به کرات از مسئله محرومیت و تبعیض و مسائل ملی یا قومی در کردستان و اینکه کردها زیاد در جامعه، در اداره جامعه حضور ندارن، از اینا صحبت کرد و شاید این هم تأثیر داشته باشه در بین اونایی که در انتخابات شرکت کردن و رأی دادن. این میتونه تأثیر داشته باشه. حتما دیدی تصاویر سفرهایی که هر دو اینها به استان کردستان داشتن، مردم رو یه دیر آوردن به جلیل کردستان و بعدم لباس کردی تنشون کردن اینا. فکر میکنید واقعا این کارها یه دیر رو همچنان فریب میده در کردستان؟ من فکر میکنم این کارها نمیتونه مردم رو فریب بده، چون احمدی نژاد هم این کارو کرد و آقای روحانی هم به شیوه عطف نشون داد تا اونجایی که به مسئله کردستان مربوط بود. و اینکه این دفعه دوباره پزشکیان و جلیلی این کارا رو میکنن، اینا فکر نکنم تأثیر چندان جدی داشته باشن. بیشتر نمایشای انتخاباتی هست، نمایشای انتخاباتی، چون مسئله کردستان و مبارزات مردم کردستان، اینکه به دنبال حل مسئله خودشون در چهارچوب ایران، یه ایران دموکراتیک میرن، کلان شاخص در میان کردها، چون قبلا هم این اتفاق افتاده و تأثیر نگذاشته رو مبارزه کردها. ما بعداً کلیدیم جریان جنبش ژینا، مهسا امینی و بعد نوروز کردستان که کاملا سیاسی شده بود. حرفایی که پزشکیان زد برای شما تازگی داشت؟ و
بحثی که در مورد این که وزیر کرد نداریم، بعد اعلام کردن که نه وزیر کرد داشتیم، گفت سنی نداریم. مثلا اگه وزیر سنی هم آقای پزشکیان موفق بشه از مجلس رد بکنه و تایید بگیره، فکر میکنید مشکل کردها، مشکل اهل تسنن رو حل میکنه؟ ببینید آقای دهقانپور، در دوران آقای حسن روحانی مسئله مطرح شد. اتفاقا در کردستان ایرانی هیئتی در میان مردم فعالین مدنی درست کردن، اینا در تهران با آقای روحانی و با وزرای کابینه آقای روحانی تماس گرفتن، اونا گفتن ما دنبال همچون حل هایی هستیم. و فکر میکنم آقای پزشکیان که اینو مطرح کرده، یه وزیر کرد، حالا چه سنی باشه چه شیعه باشه، یه استاندار کرد چه سنی باشه چه شیعه باشه، مسئله رو حل نمیکنه، مسئله رو حل نمیکنه. ولی به هر حال آقای پزشکیان موقعی که از شرکت کرد، تا اینکه کردا در حاشیه هستن یا بقیه در حاشیه هستن که صحبت کردن، این موضوعاتی است که من فکر می کنم اونایی که در انتخابات شرکت کردن و به ایشون رأی دادن، دنبال این نباشن که بگن خود شما اینا را مطرح کردید، چون در دوران حسن روحانی هم مطرح شد. اگه اینجا اجازه بفرمایید، من در سه رابطه مشخص به این مسئله اشاره می کنم. چون تا اونجایی که به آذربایجان غربی مربوط است، آذربایجان غربی یه جمعیت کرد و ترک داره. خب حالا آقای پزشکیان میگه که کرد ها بایستی در چگونگی اداره مناطق خودشون یا کشور شرکت داشته باشن و از این بابت متاسفه که تبعیض وجود داره، از آذربایجان شروع بکنه. تو اون شهرهایی که کرد و ترک با هم زندگی میکنن، تمام مسئولین درجه اول، مسئولین درجه دوم، سوم، چهارم در تمام مؤسسات ترک هستن، کرد ها حضور ندارن. حتی متاسفانه در اون شهرها موقعی که کرد ها به ادارات میرن، با ترکی با ایشون صحبت میکنن، در حالی که زبان رسمی ایران زبان فارسی است. بعد دوباره از این صحبت میکنه که کرد ها بایستی سهیم باشن در امور اداره کشور در مناطق خودشون. خب در ایلام، در کرمانشاه، در استان کردستان، از استاندار و فرماندار و بخشدار و بقیه مسئولین گرفته بگذار همشون کرد باشن، محلی باشند. من امیدوارم اینجا اونایی که به آقای پزشکیان رأی دادند، دقیقا بعد از مدتی باهاش صحبت بکنن، اینا ادعا و قول و قرار شما بود. اگه واقعا اونا را عملی نکرد، شهامت داشته باشه، بگه من متاسفم از اینکه وعده هایی که دادم آقای خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی ازم قبول نکردن، حالا میخوام استعفا بدم. چون این آخرین بازی اصلاح طلبان بود در ایران، علل خصوص در کردستان که از مسائل قومی و ملی کردها به عنوان ملت ازش استفاده بکنند. فهم کنید آقای پزشکان همچین آدمی است که استعفا بده؟ فکر نمی کنم، ولی من میخوام اینجا توصیه بکنم به فعالین مدنی کرد در کردستان ایران که در عرض چند سال گذشته در جنبش ژینا، در جنبش نوروز کردی پیشتاز بودند و همیشه هم سعیشون بر این بوده که بتونن مسائل محلی خودشون با دولت مرکزی روش صحبت بکنن. اصلاح طلبان در گذشته از مسائل قومی علل خصوص مسئله کرد استفاده کردن، واسه همین میگم این آخرین فرصت بازی جریان اصلاح طلبی در ایران هست، حداقل در رابطه به مسئله کرد به عنوان یه ملت یا اقوام هرچی اسمی روش بگذاریم. اشاره کردید به اون شرایطی که در آذربایجان غربی و اینا هست و بخشی به اصطلاح استان‌هایی که ترکیبی از کردها و ترک‌ها به اصطلاح آذری‌ها اینا در کنار هم زندگی می‌کنن. خود شما هم در همون منطقه زندگی کردید، متولد اونجا هستید، خیلی دور از جایی نیست که پزشکیان اونجا متولد شده، به همین دانشگاه تبریز رفتید که پزشکیان ازش به اصطلاح مدرک گرفته. چقدر احساس میکنید که به عنوان برشکی فعال سیاسی که سالها در ایران بودید و همچنان هم با جامعه در ایران در ارتباط هستید، چقدر نگران هستید که پزشکیان بتونه گفتمان رو از دست اپوزیسیون بگیره و ببرتش داخل، یعنی اپوزیسیون رو در واقع به داخل حکومت ببره، مثل اون کاری که یه بار در دوره خاتمی در واقع به شکلی انجام شد؟ سوال جالبیه. من فکر می‌کنم به دلیل اینکه شاخص‌های نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و اختیارات مطلق ولی فقیه این اجازه رو به پزشکان نمیده به این آسونی مانور سیاسی رو در داخل ایران انجام بده. بعد ولی یه هشداری است برای اپوزیسیون خارج از کشور، برای جنبش برانداز در خارج از کشور.
بایستی اینجا این انتقاد رو از این جنبش برانداز از سازمان ها و احزاب خارج از کشور بکنیم که بعد از جنبش ژینا یه فرصت بسیار خوبی براشون پیش اومده بود که در روند آلترناتیو سازی فعال باشن، همدیگر رو تحمل بکنن، یه آلترناتیو یه جایگزین برای جمهوری اسلامی درست بکنن که همه توش باشن. متاسفانه ما موفق نشدیم. شاید هم خود اصلاح طلبا، شاید هم خود نظام جمهوری اسلامی از هم ضعف جنبش خارج از کشور، نبود اپوزیسیون کاملا استفاده کرده باشن. به قول شما اپوزیسیون رو داخل کشور بهش اهمیت بدن، یعنی به دنیای به جهان هم بگن که در داخل جمهوری اسلامی انتخابات هست، یه حاکمیتی وجود داره، این حاکمیت اپوزیسیونی هم داره، یعنی دنیا عادت بکنه به این انتخاباتی که اونا دارن، به این بازی اپوزیسیون با که با اونجا دارن و اینکه بعضی مواقع رئیس جمهور از اصلاح طلب بشه یا جناح تندرو. من فکر میکنم باید این مسئله رو جدی گرفت. این مسئله رو جدی گرفت چرا؟ چون معادلات بین المللی به تبعیت از منافع خودشون با ایران معامله میکنن، توجه به ایران دارن، نه به صرف حقوق بشر و اینکه ما به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور یا حزب دموکرات کردستان چه انتظاراتی داریم. نکته که اشاره کردید طبیعتاً همطور که بهش پرداختید محدود به این نیست که پزشکیان به شخص بخواد این کار بکنیم. میتونه پروژه جمهوری اسلامی باشه که به عشق تایید صلاحیت پزشکیان و آوردنش تلاشی باشه. برای همین نکته که الان بهش پرداختید، از این جهت میخوام این رو بپرسم، چون انتقاد کردید از شکاف هایی که در اپوزیسیون خارج از ایران وجود داره و همیشه هم این بحث بوده که اپوزیسیون چند گام عقب بوده از تحولات در داخل ایران و واکنشی همیشه عمل کرده. بعد از جنبش ژینا خود شما هم در یک گفتگویی که با هم داشتید گفتید تلاش میکنید که این فاصله در اون عقب ماندگی جبران بشه، احزاب در واقع گروه ها بتونن همگام با تحولات داخل ایران جلو برن. این فاصله عقب ماندگی جبران شده؟ خود حزب دموکرات کردستان ایران الان برای چنین پروژه‌ای در جمهوری اسلامی برای دولت پزشکیان چه برنامه‌ای داره؟ دقیقاً یه مسئله جدی هست. علتش هم اینه که احزاب خارج از کشور، رهبران احزاب خارج از کشور، سلبرتای خارج از کشور بایستی رابطشون با داخل کشور زیاد باشه. ببینید آقای دهقانپور، مردم ایران همشون دنبال سیاست نیستن. مردم ایران اکثرشون با زندگی و فقر و فلاکت و بدبختی و بیکاری و مشکلات جامعه روبرو هستن، با مسئله حجاب روبرو هستن، با کل این مشکلات جامعه امنیتی شده، علل خصوص جامعه کردستان. اگه اپوزیسیون نتونه این واقعیات رو جدی بگیره، فقط نخبگان دنبال سیاست و اینکه اصولا جایگزینی جمهوری اسلامی بایستی چطور باشه، این هم مستلزم اینه که احزاب سیاسی رابطشون با داخل کشور زیاد باشه. تا اونجایی که به کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران مربوط هست، خوشبختانه ما این رابطه رو داریم. اگه این رابطه رو نمی داشتیم، این همه مشکلاتی که حزب دموکرات جمهوری اسلامی براش درست کرده، از ترور رهبرانش، از موشکباران رهبری این حزب، از اینکه کردستان رو امنیتی کرده، نمیتونستیم این مبارزه رو ادامه بدیم. و نقطه اوج این رابطه ما هم همون جنبش ژینا مهسا امینی بود که شعارهای حزب دموکرات و بقیه سازمانهای کردستان اونجا مخاطب داشت. ولی من امیدوارم ما اینو تبدیل به یه پروژه و برنامه ایرانی بکنیم، هم ما به عنوان یه حزب کردی، یکی از قدیمی ترین احزاب ایرانی، و هم بقیه طیفای مختلف مخالف جمهوری اسلامی. موقعی که میگم طیفای مختلف، همه ما میتونیم به شیوهی وارد همکاری و تعامل باشیم در این پروسه. ما صحبت از پزشکیان کردیم، ولی این رو باید روشن بکنیم که پزشکیان نامحبوب ترین رئیس دولت در خود جمهوری اسلامی، یعنی همین بر اساس همین آماری که اعلام کردن، چیز حدود 25% اون افرادی که رأی دادن در واقع به پزشکیان رأی دادن، از واجدین شرایط منظورم هست، و این یک اکثریت دیگری رو در این چند روز به جامعه جهانی معرفی کرد. اون در بر اساس آمار حکومتی باز اون 60% که در دور اول رأی ندادن و بیش از 50% که بر اساس آمار حکومتی در دور دوم رأی ندادن، بسیار اعتقاد دارن که آمار مشارکت بسیار پایین‌تر از این بوده. سوپرسش اینه که از این سرمایه 30 و چند میلیونی، از همون 61 میلیون، 62 میلیون واجد شرایط، چیز حدود 30 تا 37 میلیون بر اساس آمار حکومتی رأی ندادن و به صراحت با وجود فشارهایی که رهبر جمهوری اسلامی هم آورد که بیاید رأی بدید، نه بازم حاضر نشدن وارد این بازی بشن. از این سرمایه
حزب شما برای تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران در اروپا چه استفاده میتونه بکنه؟ از همون روزی که برنامه به تروریست شناختن سپاه پاسداران در اروپا در آمریکا مطرح شد، ما بی تفاوت نبودیم. همیشه از طریق ارگان‌های حزبی، نمایندگی‌های حزبی، رابطه بسیار خوبی با محافل مختلف که داریم، حتی حزب دموکرات کردستان که تو انترنسیونال سوسیال دموکرات ها بوده، اونجا احزاب مختلف رو دیدیم، بعضی از اونا در حاکمیت بودن، اینو مطرح کردیم و حتی از اونا انتقاد هم گرفتیم. گفتیم موقعی که دکتر صادق شرفکندی جلسه سوشیالیست اینترنشنال رو ترک کرد، بعد از سه روز در میکونوس آلمان ترورش کردند، انتظار داشتیم حداقل شما یه اقدامی بکنیم. بنابراین برای حزب دموکرات بسیار جدی و مهم است و ما اینو ادامه میدیم، چون به لیبل کردن سپاه پاسداران با عنوان یه سازمان تروریستی میتونی یه مبنای بسیار خوبی باشه برای چگونگی تعامل معادلات بین المللی کشورهای اروپایی و آمریکا با ایران. یه مسئله بسیار جدی هست برای ما. با احزاب دیگه، با گروه های دیگه در اروپا شما همکاری داری در این ارتباط؟ حتما، اتفاقا با احزاب غیر کرد، با احزاب دیگه ایرانی این مسئله رو مطرح کردیم و من امیدواریم در آینده بیشتر روش کار کنیم. در حال حاضر یه جنبش، یه کمپینی وجود داره برای جمع کردن امضا در رابطه با مسئله ترور دکتر عبدالرحمن قاسم، چون این مسئله هنوز تبدیل به یک کیس حقوقی یا قضایی نشده در اتریش. وقتی به آمار حکومتی از رأی‌گیری در خارج از ایران نگاه می‌کنیم، یک چیز جالبی بهتون بهش برمی‌خوره و اونم اینه که جلیلی 50,000 رأی گرفته، پزشکیان 36,000. برای بسیاری این پرسش مطرح بود که تصور عمومی اینه که اکثریت ایرانی‌هایی که در خارج از کشور رأی میدن، اینا احتمالاً به اصلاح طلبان و افکار نزدیک به پزشکیان ممکنه رأی بدن. فکر میکنید چه اتفاقی افتاده؟ برای اینکه یه دیگه هم گفتن اینا اکثر افرادی که در خارج از ایران رای میدن اینها در عراق هستن. در مرحله اول حقیقتش اینه برای مشکل قضاوت بکنم، ولی این توضیح جنابالی که بیشترشون در عراق هستن میتونه واقعیت داشته باشه، چون در این عرض این 30-40 سال گذشته در دوران مبارزه علیه صدام حسین از طرف جریانات شیعه عراقی که در ایران مسکون بودند، بخشی از اونا تبعی ایران شده اند. بنابراین میتونه کاملا درست باشه که بیشتر این آمار مربوط به عراق است، عراقی هایی که تبعیت ایرانی دارند. فکر میکنین پروژه پزشکیان، ورود او به صحنه سیاسی، شرایط رو برای حزب شما در اقلیم کردستان ایران سخت‌تر خواهد کرد، فشارهایی که برای خل سلاح وجود داره؟ پروژه جمهوری اسلامی در چگونگی تعامل با مسئله کرد در کردستان ایران و برخوردشون به حزب دموکرات و رهبری حزب کماکان همین بوده که در دوران احمدی نژاد و حسن روحانی هم وجود داشت و من پیشبینی نمی کنم که در جریان ریاست جمهوری آقای پزشکیان تغییرات جدی درش وجود داشته باشه. چرا؟ کردستان ایران تبدیل به یه زون یا حوزه امنیتی شده در چارچوب ایران و مسائل مربوط به استانهای کردستان ایران در اتاقهای بسته سپاه پاسداران تحت نظر ولی فقیه اداره میشه. هیچ وقت تبدیل به دستور کار دولت نشده، حتی در دوران آقای روحانی. اما نگران این نیستید که شرایط امنیتی در اقلیم کردستان عراق روز به روز بدتر میشه؟ وضعیت به جای رسیده که حتی خبرنگاران شبکه‌های بین‌المللی فارسی اونجا امنیت ندارن، اونجا رو دارن ترک میکنن. با قبول این واقعیت که جمهوری اسلامی در عراق بسیار حضور داره و در گذشته هم اینو نشون داده، علیه حزب ما هم اقداماتی داشته، احتمال این وجود داره که دوباره همچون سناریوهای اتفاق بیفته. چرا؟ چون اصولاً سیاست جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و لبنان و یمن و این کشورها و آقای ولی فقیه سپاه پاسداران تنظیمش میکنن. در یه مصاحبه‌ای که فکر کنم ظریف چند سال گذشته داشتن، اونجا میگه دیگه، میگه میدون تعیین تکلیف میکرد واسه دیپلماسی جمهوری اسلامی در منطقه. من فکر میکنم این بخش از سیاست و سیاست کلان جمهوری اسلامی هست. رئیس جمهور نمیتونه تغییر جدی درش انجام بده.
ما چند سال پیش که با هم گفتگو کردیم شما اشاره کردید که یک مذاکرات مستقیمی با مقاماتی از وزارت خارجه و افرادی احتمالاً از سپاه داشتید در اروپا، در نروژ اگر اشتباه نکنم. چقدر این احتمال وجود داره که دوباره وارد چنین گفتگویی با نمایندگانی از دولت پزشکیان بشید؟ این مذاکراتی که شما بهش اشاره کردید حقیقت داشت. ما این نشست ها رو داشتیم در اسلو با وساطت کشور نروژ، یه سازمانی از طرف نروژ، نتیجه ای نداد. اگه جمهوری اسلامی در آینده دوباره پیشنهاد مذاکره بکنه، حزب ما این پیشنهاد رو مطالعه میکنه و به تبعیت از مطالعه‌ای که ما از این پیشنهاد خواهیم داشت و با توجه به وضعیت جمهوری اسلامی و تمام این معادلات، اون موقع یه جواب میدیم آیا وارد مذاکره میشیم یا نمیشیم. ولی با وجود این، اگه بگم این صورت مسئله هست در رابطه با مذاکره، تجارب ما در گذشته، مذاکراتی که با جمهوری اسلامی داشتیم و سیستم و نظامی که جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه داره، به هیچ وجه امکان این وجود نداره در مذاکرات ما حتی رو حد اقلها با اونا به توافق برسیم. اینو پیشبینی نمی کنم، ولی با وجود این اگه اونا پیشنهاد مذاکره کردن، حتما حزب ما اینو مطالعه میکنه و حالا هم به لحاظ زمانی بسیار زود هست که من وارد قضاوت یا یه حکمی یا یه توصیه بشم. ولی مطمئنا با توجه به تجارب گذشته، اون موقع هم که شما مذاکرات اسلو رو پذیرفتید انتظارات خیلی بالایی نداشتید و فکر میکردید از این طریق احتمالاً میتونید بخشی از خواستهای مردم کردستان رو احتمالاً پیش ببرید. چنین احتمالات هست؟ دقیقاً هم حد اقلی ها بودن. الان هم ممکنه دوباره همین حد اقل ها دوباره مطرح. من فکر میکنم از این بیشتر نمیره. بیشتر از این هم انتظار نداریم که تبدیل به دستور کار مذاکره بشه. و به موازات این، ما معتقد هستیم اصولا در نظام جمهوری اسلامی با این قانون اساسی و این سیستم اداره حکومتی که دارن، براشون قابل تحمل نیست در کردستان ایرانی فضایی وجود داشته باشه، حزب ما بتونه اونجا نقشی داشته باشه. من پیش بینی نمی کنم به این آسونی. فکر کنید چقدر این میتونه به فضایی که شما ازش صحبت کردید، لزوم اتحاد بیشتر در اپوزیسیون، آسیب بزنه در وضعیتی که بسیاری اعتقاد دارن که به این حکومت به هیچ عنوان نباید مشروعیت داد، مردم در زیر فشارها در داخل حاضر نیستن برن رأی بدن و بعد جریانهایی در خارج از ایران مثل شما با نگاه حداقلی به حقوق مردم کرد یا دیگران حاضر بشن در شرایطی پای میز مذاکره بشینن؟ چقدر این دو میتونه نافی همدیگه باشه، در واقع آسیب بزنه به اون فشار خارج علیه جمهوری اسلامی؟ قطعا این موضوع قابل بحث هست. قطعا اونجا طبیعتا از دیدگاه مختلف روش بحث میشه. ولی اون موقع هم که ما به شیوهی در مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم بودیم با نمایندگان جمهوری اسلامی در اسلو، اون موقع هم استراتژی ما در چگونگی روابط بسیار خوب با اپوزیسیون جمهوری اسلامی برنامه ثابت ما بود. ما در اون تغییری نداشتیم. حالا این اولویت ما هست. اولویت ما کمک کردن به یه اپوزیسیون، یه سیستم جایگزین علیه این نظام. ولی دیگه اونجا سازمان‌های ایرانی غیر کردی هم بایستی حقیقتش این واقعیات جامعه ایران رو قبول بکنن. نبایستی این واقعیات جامعه ایران، یک کشور چند ملیتی هست، مسائل قومی، حالا بگی مسائل ملی، هر چی اونجا وجود داره، به این آسونی اسباب بازی برای جریانات در داخل ایران بشه در رابطه با انتخابات و اینا. شاید هم بخشی از این در اثر غیبت توجه بسیار زیاد و واقع بینانه بخشی از اپوزیسیون ایرانی به مسائل قومی در ایران بوده، مسائل ملی در ایران بوده و بالاخص مسائل کردستان ایران بوده. ما نتونستیم در اون دوران با قبول واقعیات جامعه ایران به عنوان یک کشور چند ملیتی، یک کشوری که تعدد و تکثر داره، در پروسه جایگزین سازی باشیم. از نظر من هنوزم دیر نشده. اپوزیسیون برانداز جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم میتونه از جنبش ژینا مهسا امینی و هم از این انتخابات اخیر پیغام هایی رو دریافت کرده باشه که ما بایستی چطور شروع بکنیم برنامه یا نقشه سیاسی ما برای این اتحاد و در ادامه خودش اداره آینده ایران چطور باشه.
حتما در این روزهای گذشته دیدی تصاویر اعتراضاتی که ایرانیان خارج از کشور در محلهایی که برای اخذ رأی جمهور اسلامی تعیین کرده بود نشان دادن، رفتن خشم خودشون رو از اینکه اساساً این یک سیرک انتخاباتی است، یک نمایشه، و اعتراضشون رو به افرادی که میرفتن رأی میدادن با تکیه بر اینکه جوانهایی کشته شدن، خون مهساها، نیکاها و خیلی های دیگری که ریخته شده برای این انقلاب، و اونها رو سعی میکردن به اصطلاح شرمسار بکنن. در مواردی این اعتراضات به برخوردهای فیزیکی هم کشیده شد. حالا صرف نظر از اینکه فحش دادن اگرچه ممکنه برای بعضی خوشایند یا ناخوشایند باشه، به هر شکل در چارچوب آزادی بیان قرار میگیره، ولی خود شما شخصا و حزب دموکرات کردستان ایران موضعش در مورد این مواردی که خشونت بار بوده، به شکلی ممکنه این تصور ایجاد کرده که ادعی رو مرعوب بکنن برای اینکه به هر شکل ما خوشمون بدی و بعدمون بیاد میخوان برن به یه فردی در انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی رأی بدن، نظرتون در این ارتباط چه است؟ نظر ما کاملا مشخصه. ما مخالف تشنج، برخورد غیر متمدنانه، غیر دموکراتیک، غیر انسانی، ایرانی ها با همدیگر در هر رابطه‌ای هستیم در خارج از کشور. حالا یه نفر در خارج از کشور خودش میره رأی میده، نظر خودشه. فرزند در لندن، واشنگتن، پاریس یا هر جایی دیگه، اونجا قانون وجود داره، اونجا یک کشور دیگه هست، یه اصول موازین خودشو داره. امیدوارم شخصیت‌های ایرانی، جریان‌های ایرانی، فعالین مدنی در خارج از کشور موقعی که با همچون مسائلی برخورد میکنن اینو نشون بودن اونا با جمهوری اسلامی فرق دارن. جمهوری اسلامی تولید کننده تشنج و ترور و وحشت است، ولی مخالفین جمهوری اسلامی با تحمل و با حوصله همیشه با همچین مواردی برخورد بکنن. چند روز دیگه سال روز ترور دکتر قاسم لوست. این پرونده است که وقتی صحبت از این میکردید که مذاکرات که با جمهوری اسلامی انجام شده برش کردها، رهبران سیاسیشون چندین بار این تجربه رو انجام دادن، تجربه ناخوشایندی بوده، و این پرونده برخلاف بعضی از پرونده های ترور دیگه هنوز همچنان در یک حاله ای از ابهام بعد از سالهای طولانی قرار داره. از اون ماجرا چه درس هایی برای امروز میشه گرفت؟ از اون ماجرا قطعا ما به عنوان حزب دموکرات بایستی درس های زیادی گرفته باشیم. در مرحله اول دکتر قاسملو رهبر حزب دموکرات و یه دولت مرد بسیار برجسته صحنه سیاسی ایران بودند. گذشته سیاست دکتر قاسملو، فعالیت‌هاش دقیقاً اینو تایید می‌کنه. یکی از درس‌های ما گرفتیم که هر وقت دوباره که پیش‌بینی نمی‌کنیم به این آسانی وارد مذاکره دیگر بشیم با جمهوری اسلامی، هر وقت هم وارد همچون مذاکراتی شدیم، به لحاظ امنیتی، تکنیک امنیتی این مذاکرات و مکانیزم مذاکرات بایستی به شیوهی باشه که جمهوری اسلامی دوباره مجدداً همچون برنامه‌ای که علیه دکتر قاسملو داشتن عملی نکنن. برنامه درس دیگه که ما میتونیم ازش بگیریم، جوامع بین الملل رو بیشتر وارد این قضیه بکنیم، بعد سعی بکنیم که مسئله مذاکره و در حاله از ابهام و مخفی کاری نمونه. اگه قرار باشه نظام جمهوری اسلامی با حزب دموکرات کردستان مذاکره داشته باشه، نبایستی این دیگه مخفی باشه. و در مذاکراتی هم که قبلا در اسلو داشتیم گفتیم ایران جمهوری اسلامی باید اعتراف بکنه که با حزب دموکرات کردستان ایران در رابطه با مسئله کردستان ایران در حال مذاکره است. اونا گفتن ولی فقید بایستی اینو تایید بکنه. گفتیم خب برید دنبالش. یعنی از این بابت طبیعتاً تجارب زیادی هست، امیدوارم که ما ازش استفاده بکنیم، ولی دوباره امیدوارم که جمهوری اسلامی طول عمرش اینقدر زیاد نباشه که ما مذاکرات و مذاکرات زیادی در آینده مجبور بشیم با اونا داشته باشیم. آقای خالد عزیز، خیلی ممنون از فرصتی که به ما دادید. تشکر. سپاسگزارم. سپاسگزارم آقای دهقان. ممنون از شما.